این صحنه ای است که بیشتر شهروندان برلین با آن آشنا هستند. گروهی از مردم جلوی دروازه نمادین براندنبورگ در برلین تظاهرات کردند، چیزی که تقریباً هر روز در پایتخت آلمان رخ می‌دهد. ولی این تابلو به نام دی تول پلاتس یا مکانی با شکوه، صحنه ای از اوایل سالهای 1930 میلادی را نشان می‌دهد و تظاهر کنندگان در آن همه هنرمندند که نقاشی‌هایشان را بیرون آوردند تا نارضایتیشان را نسبت به صحنه هنر زمان که واپسگرایانه و پایدار بود نشان دهند. این تابلو در سال 1931، دو سال قبل از به قدرت رسیدن آدولف هیتلر در آلمان کشیده شده است. دورانی که به زودی نقاشی‌های مثل این برچسب هنر منحت می‌خوردند و هنرمندان به زور از کشیدن این گونه نقاشی‌ها منع می‌شدند. ولی نقاش سورئالیستی که این صحنه را در سال 1931 کشیده، سرنوشت بدتری در انتظارش نشسته بود. فلیکس نوسبام یهودی بود. او برلین را در سال 1937 ترک کرد و به عنوان پناهنده در بروکسل زندگی می‌کرد. ولی بعد از تصرف بلژیک توسط آلمان نازی، نوسبام دستگیر شد و به اردوگاه کار اجباری آوشویتز در آلمان منتقل شد. او و تمام اعضای خانواده‌اش در سال 1944 در این اردوگاه به قتل رسیدند. این تابلو یکی از 300 اثری است که فرهنگ و تاریخ زندگی مردم برلین را از 1880 تا 1980، از دوران قیصر تا زمانی که دیوار برلین آلمان را به دو بخش شرقی و غربی جدا کرده بود، نشان می‌دهد. گوناگونی گیرایی از آثار دوران امپرسیونیسم تا اکسپرشنیسم تا آوانگارد و داداییسم تا مدرنیسم، پست مدرنیسم و استراکچرالیسم و هنر سرکش سالهای 70 میلادی را میتوان در این نمایشگاه مشاهده کرد. استفانی هکمن متصدی این نمایشگاه است. وجه مشترکی که در این مجموعه وجود داره البته برلینه، شهری که مدام در حال تغییر و تحوله. از زمانی که پایتخت امپراتوری قیصر بود تا آزادسازی و برابری هنرمندان در سالهای 1920، زمانی که آلمان یکی از مدرن‌ترین شهرهای جهان بود، مرکز بین‌المللی هنر آوانگارد. بعد از جنگ جهانی دوم همه چیز عوض میشه و برلین به خواب میره و به یه شهر جزیره متروک تبدیل میشه، تا زمانی که دوباره توجه به برلین جلب میشه. صحنه هنگ و کلوب‌های شبانه و صحنه هنر سرکش در سال‌های 70 میلادی. aufmerksamkeit auf sich gezogen haben, indem sie die Club- und Subkultur Berlins auch zu ihrem Thema gemacht haben. این نمایشگاه پس از یک سال تعطیل بودن موزه برای بازسازی، اکنون به یکی از نمایشگاه‌های دائمی موزه درآمده است. ولی آثار هنری هر چند وقت یک بار با آثار دیگری از این مجموعه جایگزین می‌شوند. آثار برخی از هنرمندان معروف مقیم برلین در این نمایشگاه به نمایش درآمده، از جمله ماکس لیبرمن و کارل هورست هودیکه. ولی کارهای هنرمندان مقیم این شهر که زیاد شناخته شده نیستن نیز زیاد به چشم می‌خورد. توماس کولر مدیر موزه است. کلکسیون برلینشه گالری بیشتر رو هنر آوانگارد تمرکز میکنه. ما آثار هنرمندای خیلی معروف و هنری رو که توسط نخبگان مورد پذیرش بودن رو نشون نمیدیم، بلکه بیشتر جنبش های متقابل رو به نمایش گذاشتیم. نمایشگاه هنر در برلین 29 ماه مهر در موزه برلینیشه گالری به روی عموم گشایش یافت. نازنین پایدار، صدای آمریکا.